سلام بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. با من فریبا شیرازی همراه باشید با خبرهای امروز. حسن روحانی در افتتاحیه نمایشگاه کتاب تهران نقد را حق مردم خواند و گفت دولتش در پی سانسور دولتی نیست و بالاترین ممایزی وجدان و افکار عمومی است. آقای روحانی گفته تشخیص خوب و بد را باید به اصحاب قلم و فکر واگذار کرد و صاحبان فرهنگ نیاز به گشت ارشاد ندارند. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در جریان افتتاحیه این نمایشگاه در پاسخ به خبرنگاران از آمادگی وزارت فرهنگ در سپردن کار ممیزی به ناشران گفته، هرچند تاکید کرده که این پیشنهاد از سوی ناشران پذیرفته نشده است. از زمان روی کار آمدن حسن روحانی بحث سپردن ممیزی کتاب به ناشران بالا گرفته و با مخالفت‌های اصولگرایان و رهبر ایران مواجه شده است. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران مدعی شده ایجاد امنیت باید در چارچوب شرع باشد و نباید در زندگی خصوصی مردم وارد شد. وی افزوده از ماموران وزارت اطلاعات خواسته با روش صحیح و با اخلاق رفتار کنند، چرا که اسلام پای فضای خفقان را امضا نمی کند. ادعای آقای علوی در حالی است که در روش‌های برخورد این وزارتخانه با منتقدان تغییر مخصوصی رخ نداده است. در تازه ترین این برخوردها، ماموران وزارت اطلاعات با حمله به بند 350 اوین گروهی از زندانیان این بند را مورد ضرب و شتم قرار دادند. علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه حکومت جمهوری اسلامی را حکومت مردم سالاری دینی خوانده که از اصول آن همسان بودن اختیارات ولی فقیه با پیامبران و امامان است. به گزارش خبرگزاری رسا، آقای سعیدی تبعیت مردم از ولی فقیه را همانند تبعیت مردم از 12 امام معرفی کرده و گفته مردم باید برای اعتلاء دین خدا فدا شوند. وی همچنین از حکومت‌های سکولار انتقاد کرده و گفته مبنای تعریف در این نوع حکومت‌ها انسان است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نخستین واکنش تلویحی به حملات اخیر محافظه‌کاران گفته است پسندیده نیست عده‌ای با پول مردم دولت را تخریب کنند. رئیس جمهوری ایران در سومین گزارش تلویزیونی خود همچنین از کنترل تورم ابراز خرسندی کرده و گفته دولت وی ماهانه میان 1000 تا 1500 میلیارد تومان برای پرداخت یارانه کسری دارد. دنبال حملات اخیر نیروهای امنیتی به بند زندانیان سیاسی و نیز پس از آنکه فیلمی علیه حسن روحانی توسط مؤسسه شفق منتشر شده، حسن روحانی در نخستین واکنش خود از منتقدان خواست با شناسنامه حرف بزنند. به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی در افتتاحیه نمایشگاه کتاب تهران گفت آنچه پسندیده نیست آن است که عده‌ای با پول مردم و با بیت المال مردم دولتی که منتخب مردم است را تخریب کنند. روحانی گفت تمامی کسانی که حرفی دارند باید با شناسنامه حرف بزنند و بگویند از کجا هستند و به کدام جناح وابستند، نه آنکه با نام ملت ایران خود را معرفی کنند. رئیس دولت 11 در ادامه این گفته‌ها شب گذشته هم در یک برنامه زنده تلویزیونی با بیان اینکه برخی می‌خواهند ضربه بر اخلاق جامعه وارد کنند گفت امسال سال فرهنگ است، نه سال دروغ و تخریب. رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از اظهارات سه‌شنبه شب خود به موضوع تحریم‌ها علیه تهران اشاره کرد و گفت که ملت ما از تحریم‌ها ضرر کرد و دنیا هم ضرر کرد و البته تعداد محدودی سود بردند که برخی ارقام و افراد اعلام شد و به تدریج افراد دیگر اعلام می‌شوند. وی با بیان اینکه مردم از برداشته شدن تحریم‌ها خوشحالند تأکید کرد اقلیت ناچیزی هم هستند که عصبانی هستند، چون از این کار لطمه می‌خورند و در گذشته سوء استفاده کردند و لذا برخی از تخریب‌های دولت هم از این نشأت می‌گیرد. جمهوری اسلامی ایران در سال‌های گذشته به دلیل ابهام در فعالیت‌های هسته‌ای خود هدف تحریم‌های شدید آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفت، تا جایی که صادرات نفت آن به نصف کاهش یافت و مسیرهای مالی برای نقل و انتقال پول آن مسدود شد. تهران در سوم آذر سال گذشته برای کاهش تحریم‌ها به توافقی موقت با 6 قدرت جهانی رسید تا همزمان با کاهش فعالیت‌های هسته‌ای‌اش تا حدودی از فشار تحریم‌ها کاسته و به بخشی از پول‌های بلوکه شده خود دسترسی پیدا کند. این توافق
با مخالفت تندروهای داخلی روبرو شده و از آن به عنوان تیر خلاص بر برنامه هسته‌ای ایران یاد کردند. آقای روحانی این اقلیت را متهم کرده که با دروغ و هوچی بازی می‌خواهند دولت را از مسیر خود منحرف کنند و افزود که برخی از وی خواستند تا پاسخ این تهمت‌ها و حاشیه‌سازی‌ها را در این گفتگوی زنده تلویزیونی بدهد. اما وی گفت الان نیازی نمی‌بینم که در این زمینه توضیح بیشتری دهم. هرگاه نیاز بود به شایعه پراکنان جواب خواهیم داد. وی گفت آنهایی که فکر می‌کنند با لحن درشت و صدا بلند کردن می‌توان موضوع را پیگیری کرد، مسائل سیاسی را خوب نمی‌فهمند. به نظر می‌رسد اشاره رئیس جمهوری ایران به جنجال بر سر میهمانی همسر وی در کاخ سعدآباد و همچنین پخش مستند من روحانی هستم باشد که به تنش لفظی میان مخالفان دولت و سخنگویان آقای روحانی منجر شده است. انتظار می‌رفت که آقای روحانی به این جنجال‌ها واکنش نشان دهد که وی از اظهار نظر در این زمینه خودداری کرد. رئیس دولت در بخش دیگری از سخنان خود هم گفت که دولت وی ماهانه بین 1000 تا 1500 میلیارد تومان برای پرداخت یاران کسری دارد. وی افزود که با این حال دولت سعی کرده که قیمت حامل‌های انرژی را با شیب ملایم 50% افزایش دهد. به گفته حسن روحانی دولت ماهانه 3500 میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت می‌کند. وی تأکید کرد که اگر شرایط موجود در پرداخت هدفمندی را ادامه می‌دادیم در تابستان با خاموشی مواجه می‌شدیم، زیرا تمام درآمد حاصل از درآمد برق صرف پرداخت یارانه می‌شد. آقای روحانی افزود بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی دولت می‌تواند از محل افزایش حامل‌های انرژی 48 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد، ولی اگر می‌خواستیم به این مصوبه به همین صورت عمل کنیم می‌بایست حامل‌های انرژی 70% گران می‌شد. ما این شیب 70% را در مجموع در شرایط فعلی کشور نمی‌پسندیدیم. رئیس جمهوری گفت به ناچار به 50% کاهش دادیم و لذا درآمد ما بر مبنای آنچه که دولت پیش بینی کرده است 9000 میلیارد تومان کاهش یافته است. مرحله دوم هدفمندی یارانه ها روز 4 اردیبهشت ماه و با افزایش قیمت حامل های انرژی شامل بنزین و گازوئیل کلید خورد. بر اساس اعلام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران قیمت بنزین آزاد به 1000 تومان و قیمت بنزین سهمیه‌ای به 700 تومان افزایش یافت. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد دو گروه شرکت مستقر در چین و دبی را به دلیل کمک به برنامه موشک‌های دوربرد و فروش نفت ایران تحریم می‌کند و دارایی‌هایشان نیز در محدوده قضایی آمریکا مسدود می‌شود. وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه خود همچنین آورده است این تحریم‌ها نشان دهنده تعهد دولت اوباما به تحریم‌ها در طول مذاکرات هسته‌ای با ایران است. وزارت خزانه داری آمریکا هدف از مذاکرات میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 را ایجاد مانع در مسیر دستیافتن ایران به بمب اتمی و اطمینان از ماهیت صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای تهران دانسته است. در میان تدابیر شدید امنیتی در عراق، انتخابات پارلمانی این کشور امروز چهارشنبه آغاز شد. به گزارش خبرگزاری ها رأی‌گیری ساعت 7 صبح به وقت محلی آغاز شد و قرار است این روند به مدت 11 ساعت ادامه داشته باشد. در این انتخابات بیش از 9000 کاندیدا برای تصدی 328 کرسی پارلمان با یکدیگر رقابت می کنند. قرار است بیش از 21 میلیون عراقی امروز چهارشنبه برای تعیین تکلیف کرسی های پارلمان پای صندوق‌های رأی بروند. یک شنبه و دوشنبه گذشته نیز انتخابات پارلمانی عراق در خارج از کشور برگزار شد که به گفته مقام‌های مسئول با استقبال خوبی روبرو شد. اما پرسش اصلی این است که کدام یک از احزاب و جریان‌های سیاسی عراق از شانس بیشتری برای پیروزی در انتخابات پارلمانی برخوردار هستند. این پرسش را از آن رو دارای اهمیت است که کسب اکثریت مطلق از سوی هیچ حزب و جریانی متصور نیست و تشکیل دولت ائتلافی در عراق حتمی است. نگاهی به توزیع استانی کرسی انتخاباتی بین استانهای مختلف عراق نشان می دهد که از 328 کرسی پارلمان 56 کرسی در استانهای کردنشین
123 کرسی در استانهای شیعه نشین، 72 کرسی در استانهای عمدتاً سنی نشین، 69 کرسی در بغداد به عنوان پایتخت و 8 کرسی در حوزه اقلیت‌های قومی قرار دارد. چنین توزیعی از کرسی ها رقابت بر سر تک تک کرسی ها را تشدید می کند و به همین دلیل شناخت های سنتی و از نوع کلینگری به معادلات سیاسی عراق برای شناخت و تحلیل انتخابات کنونی این کشور کفایت نمی کند. در این دوره کمتر شاهد ائتلاف هستیم. در دوره قبل لیست العراقیه به رهبری عیاد علاوی که اکثریت اهل سنت باوی بودند در دست داشتیم، اما لیست دولت قانون نوری مالکی هم بود که اکثریت شیعیان از جمله جریان‌های تحت رهبری مقتدی صدر و خانواده حکیم هم باوی بودند. در این دوره اما هر کدام از احزاب لیست جداگانه اعلام کردند که احتمال دارد بعد از انتخابات با هم ائتلافی داشته باشند. در حال حاضر هر کدام یک لیست برای خود دارند و حتی برخی از این لیست ها نخست وزیر پیشنهادی هم برای خود انتخاب کردند. مثلا گروه صدر اعلام کرده ما نوری المالکی را به عنوان نخست وزیر قبول نخواهیم کرد، اما به احتمال زیاد لیست نوری المالکی یکی از لیست های برنده خواهد بود و پس از آن احتمالاً لیست متحدون به رهبری اسامه نجیفی خواهد بود. البته در این دوره خود عیاد علاوی زیاد فعال نیست و لیست وی بیشتر فعال است. در بین اینها کردها هم کما فی سابق لیست حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی و البته جنبش تغییر جزو لیست های اصلی هستند. اما آن چیزی که بیشتر جلب توجه می کند این است که چهره های سیاسی اهل سنت با اینکه یک فهرست مشترک شامل همه چهره های سرشناس ندارند، اما با این حال از گروه های سیاسی شیعیان متحدتر به نظر می رسند. یعنی لیست های گروه های سیاسی شیعه خیلی بیشتر از لیست های گروه های اهل سنت است. نقطه ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی در این است که دولت و کابینه در دست اوست که به این وسیله قادر است به خیلی از کارها از جمله تقلب احتمالی و اعمال فشار است. اما نقطه ضعفش این است که خیلی از شخصیت‌ها و گروه‌هایی که با آن همراه بودند در حال حاضر همراه او نیستند. حتی یکی از مراجع تقلید فتوا داده که رأی دادن به نوری المالکی حرام است، چون وی در دوران نخست وزیریش باعث شد گروه‌هایی از اهل تشیع هم از او منفک شوند. سنی‌ها در جبهه کاملاً ضد شیعی قرار می‌گیرند و همینطور کردها که از همپیمانان شیعه بودند به مخالفین پیوستند. اما در کردستان در انتخابات درونی کردها در شمال عراق برای پارلمان این منطقه احتمال می‌رود اتحادیه میهنی به نسبت دور قبل رأی بیشتری را به خود اختصاص دهد. به چند دلیل. اول اینکه اتحادیه میهنی در کردستان عراق تا به حال خیلی جدی وارد کابینه کنونی نشده و تقریبا خود را به عنوان اپوزیسیون نشان می‌دهد. این مسئله باعث شده برخی از آرای حزب تغییر و برخی از احزاب دیگر به سوی اتحادیه میهنی کشیده شود. همچنین برخی از شخصیت‌های احزاب دیگر در این چند روزه به صفوف اتحادیه میهنی پیوستند. عامل سوم هم نمایش ویدیو برای رای دادن آقای جلال طالبانی در آلمان بود که تأثیر زیادی در روحیه مردم و به ویژه طرفداران اتحادیه میهنی گذاشت. البته اگر هم رای اتحادیه میهنی باشد این تنها در کردستان است و به حدی نیست که بتواند در عراق کاری جدی کند. شیوه انتخابات در عراق متفاوت با دیگر کشورهاست. افرادی که قصد رأی دادن دارند پیش از انتخابات باید به ستاد انتخاباتی نزدیک محل سکونت خود بروند و نام نویسی کنند. بعد از یک پروسه اسامی بر می گردد و این اسامی می توانند رأی بدهند. عراق مانند ایران نیست
که رای دهندگان با شناسنامه مراجعه می کنند و هر صندوقی که خواستند رای بدن. مسئله دیگر این است که لیست ها مثلا 100 نفر را معرفی می کنند. از بین این 100 نفر احتمال دارد فقط یک نفر رای بیاورد. اما رای افرادی که به این لیست رای دادند هم سوخته نمی شود. این رای برای افراد دیگر استفاده می گردد. ممکن است فرد رای نیاورد، اما رای ها جمع می شود و به نفر اول داده می شود. در این دوره نوری المالکی کارت های الکترونیکی صادر کرده که هر کس قصد رای دادن دارد باید این کارت را داشته باشد، که البته این کارت ها دارای نواقص فنی زیادی است. به طور مثال روز دوشنبه که انتخابات نیروهای ویژه شامل نیروهای نظامی و بیمارستان ها بود، خیلی از دستگاه های کارتخوان مشکل داشتند. اما جمهوری اسلامی که پیوسته حامی نوری المالکی بوده، آنطور که تعدادی از ناظران میگویند دیگر علاقه ای ندارد از او حمایت کند و برای حاکمان تهران مهم نیست که مالکی برنده از صحنه انتخابات خارج شود. برای آنها مهم این است که یک دولت شیعه در عراق بر سر کار باشد. آمریکا هم به این نتیجه رسیده که عراق نباید اینگونه باقی بماند. آیا توافقی بین این دو بر سر دولت آتی عراق شده؟ نتیجه انتخابات و دولت جدید به این پرسش پاسخ خواهد داد. گزارشی بود از انتخابات عراق. اما عبدالله عبدالله نامزد پیشتاز در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با هشدار به کمیسیون مستقل انتخابات گفته است هیچ بازی در مورد نتایج انتخابات از چشم مردم دور نخواهد ماند. وی به مردم افغانستان وعده داده از حق آنها در صیانت از آرایشان دفاع خواهد کرد. بر اساس نتایج مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان هیچ یک از نامزدها برنده نشده و آقای عبدالله با کسب نزدیک به 45% آرا پیشتاز و اشرف غنی احمدزی با حدود 32% در رده دوم قرار دارد. هنوز سرنوشت 444 صندوق مشخص نیست و حدود 100,000 رای نیز باطل اعلام شده است. در همین حال کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی افغانستان وعده داده به تمامی شکایت‌ها رسیدگی خواهد کرد و حق هیچ نامزدی ضایع نخواهد شد. منابع وابسته به سازمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی از اعزام تیمی حقیقت‌یاب از سوی این سازمان به سوریه برای تحقیق درباره بکارگیری گاز کلور در برخی مناطق سوریه خبر دادند. این سازمان از موافقت دولت سوریه با حضور کمیته حقیقت‌یاب در این باره خبر داد و در تحولی دیگر از سوریه، دولت این کشور با صدور بیانیه‌ای حملات و انفجارها در پایتخت این کشور را محکوم کرد. حملات خمپاره‌ای و انفجار در شهرهای دمشق و حمص روز سه‌شنبه دست کم 50 کشته بر جای گذاشت. این حملات یک روز پس از اعلام رسمی نامزدی بشار اسد در انتخابات ریاست جمهوری سوریه رخ می‌دهد که قرار است در خرداد ماه برگزار شود. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده که روز جمعه گفته بود در صورت شکست گفتگوهای صلح خاورمیانه اسرائیل ممکن است یک کشور آپارتاید شود، توضیح داد در مورد گفته‌های او سوء برداشت شده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، جان کری پس از بالا گرفتن انتقادهای شدید در اسرائیل و آمریکا نسبت به اظهاراتش در مورد اسرائیل گفته است برای ابراز عقیده‌اش بهتر بود واژه‌های دیگری را انتخاب می‌کرد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه با لحن شدید به انتقادهای یوخم گایک رئیس جمهوری آلمان واکنش نشان داد. به گزارش خبرگزاری ها آقای اردوغان رئیس جمهوری آلمان را متهم کرد که با هشدار نسبت به نقص دموکراسی در ترکیه در امور داخلی این کشور دخالت کرده است. رئیس جمهوری آلمان روز دوشنبه 28 آوریل نسبت به نقصان دموکراسی در ترکیه هشدار داده و گفته بود در صورت ادامه این وضعیت دولت اردوغان خود را منزوی می‌کند. آقای اردوغان نخستین مصاحبه مطبوعاتی خودشون رو با یک رسانه خارجی پس از انتخابات محلی در این کشور به شبکه PBS امریکا اختصاص داد. در این مصاحبه مهم به ارزیابی تحولات داخلی ترکیه و همینطور رویدادهای مهم
منطقه پرداختن. از جمله مسائلی که در این مصاحبه مطرح شد، مسئله عادی سازی روابط اسرائیل با ترکیه بود که آقای اردوغان گفتند در این زمینه اقدامات آقای باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اقدامات مثبتی بوده و عذرخواهی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از ترکیه رو نتیجه همین اقدامات مثبت خواندند. همینطور در این مصاحبه به پیام اخیر آقای اردوغان، پیام تسلیتشون به ارامنه، اشاره شد و این پرسش مطرح شد که آیا وقایع سال 1915 از دید آقای اردوغان نسل‌کشی بوده یا خیر، که یک بار دیگه این موضوع آقای اردوغان رد کرد و گفت که اگر وقایع آن سالها نسل‌کشی می بود، اکنون نباید هیچ ارمنی در ترکیه سکونت می داشت. در ارتباط با دیگر مسائل و رویدادها و تحولات منطقه، آقای اردوغان اشاره کرد به مسائل سوریه و بحران سوریه و انتقاد کرد از موضع‌گیری جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل، و این پرسش رو مطرح کرد که در شرایط کنونی که سوریه با چنین بحرانی روبرو هستش، سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا کجا هستند. همینطور آقای اردوغان گفتند که ما در حالی در ترکیه نزدیک به 1 میلیون شهروند سوری رو میزبانی میکنیم که هزینه سالیانه پذیرایی از این تعداد شهروندان سوری بر دوش دولت او رقمی بالغ بر 3.5 میلیارد دلار هستش، در حالی که کشورهای خارجی کمک‌های خودشون رو در این رابطه بیش از رقم 130 میلیون دلار اختصاص ندادم و این رقم بسیار ناچیزی هستش. در ارتباط با مسائل و رویدادهای داخلی خود ترکیه و همینطور مشکلاتی که دولت او در یک سال گذشته باش روبرو بوده، به ویژه تا برگزاری انتخابات محلی، آقای اردوغان اشاره کردن به ویژه به جماعت گولن و شخص فتح‌الله گولن و گفتن که این گروه اقدامات تخریبی رو در طی این یک سال علیه دولت او آغاز کردن. همینطور آقای اردوغان گفتن که همون گونه که جماعت گولن این گونه اقدامات تخریبی رو علیه دولت ترکیه در امریکا آغاز کرده، در طی یک سال گذشته میتونه این اقدامات رو در قالب اقدامات تخریبی در برابر دولت امریکا هم انجام بده و امیدوارم که دولت امریکا به این موضوع توجه داشته باشه و روند اخراج آقای گولن از امریکا رو پیگیری بکنه. این موضوع رو البته آقای اردوغان در دیدار خودش با اعضای حزب عدالت و توسعه در اجلاس پارلمانی که در روز سه‌شنبه هم برگزار شد یک بار دیگه مطرح کرد و گفت که دولت موضوع اخراج گولن از امریکا رو پیگیری خواهد کرد. همینطور مسئله دیگه‌ای که در دیدار با اعضای حزب عدالت و توسعه در این اجلاس پارلمانی مطرح شد، مسئله رویدادهای مصر و تحولات اخیر مصر به ویژه صدور احکام اعدام در این کشور بود که آقای اردوغان به شدت به این موضوع واکنش نشون داد و اعتراض کرد به سکوت جامعه جهانی در قبال رویدادهای مصر و گفت که اگر سکوت جامعه جهانی در این باره نبود و در مقابل دولت کودتا سکوت نمی‌کردن، این گونه تصمیمات گستاخانه هم امروز گرفته نمی‌شد. در پایان هم آقای اردوغان به ویژه از اتحادیه اروپا خواستن که در مورد احکام صادر شده در مصر، احکام اعدام، موضع‌گیری جدی و واکنش جدی از خودش نشون بده. گزارشی بود از همکار ما مایستون بختیاری از ترکیه. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. برخی رسانه‌های بین‌المللی از جمله المانیتور مدعی شدند مقامات ایران و عربستان در عمان گفتگوهای مخفیانه داشتند. این رسانه‌ها همچنین خبر دادند که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به زودی به عربستان سعودی دعوت می شود. جزئیات بیشتر از این خبر و محتوای این گفتگوها منتشر نشده است. این خبر در حالی منتشر شده که شب گذشته حسن روحانی در یک برنامه تلویزیونی گفت مشکل عربستان با ایران نیست و ریاض باید شرایط منطقه را بهتر درک کرده و بداند که صلح با کنار زدن تروریست ها محقق می شود. گزارش ها از وخامت حال میرحسین موسوی و انتقال وی به بیمارستان بر اثر اختلالات قلبی حکایت می کند. به گزارش وبسایت کلمه، آقای موسوی در حالی به بیمارستان منتقل شده که پیشتر مسئولان امنیتی به توصیه‌های پزشکان برای بستری وی در بیمارستان بی‌اعتنایی کرده بودند. این وبسایت همچنین خبر داده دختران آقای موسوی در تماس تلفنی کوتاهی توانستند با پدر و مادر خود صحبت کنند، اما هنوز نتوانستند آنان را ملاقات کنند.
عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در گفتگو با فارس از آخرین جلسه این کمیته برای فیلترینگ نرم‌افزار واتساپ خبر داد و گفت زمان اجرای آن هنوز مشخص نیست. آقای خرم‌آبادی همچنین درباره دو نرم‌افزار اینستاگرام و وایبر هم گفته گرچه این نرم‌افزارها محتوای مجرمانه فراوانی دارند اما هنوز تصمیمی برای فیلترینگ آنها در این کمیته گرفته نشده است. پیشتر نرم‌افزار ویچت توسط این گروه فیلتر شده بود. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت گفته است به دلیل تحریم‌ها ایران مجبور است 1 میلیون بشکه نفت صادر کند، در حالی که امکان تولید و صادرات 4 میلیون بشکه را دارد. در همین راستا خبرگزاری رویترز گزارش داد صادرات نفت ایران در ماه آوریل برای دومین ماه متوالی کاهش چشمگیری داشته است. معاون برنامه‌ریزی و راهبردی رئیس جمهور گفت دولت قصد دارد با برنامه‌هایی که در نظر دارد تا پایان سال جاری تورم را به زیر 25% برساند. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر نوبخت معاون روحانی و سخنگوی دولت در کرمان با بیان اینکه تورم 43% مربوط به دولت پیشین قابل ادامه یافتن نبود گفت این مشکل همچون بیماری بود که دچار خونریزی شدید است و باید نخست خونریزی را متوقف می‌کردیم و سپس به درمان می‌پرداختیم. اظهارات آقای نوبخت در خصوص تورم در حالی است که حسن روحانی هم شب گذشته در یک برنامه زنده تلویزیونی مدعی شد که تورم را کاهش داده است. حسن روحانی در این خصوص گفت ما به مردم وعده داده بودیم که تلاش خواهیم کرد تورم 12 ماهه را تا پایان سال 92 به 35% برسانیم که ما این کار را انجام دادیم و طبق اعلام بانک مرکزی تا پایان سال تورم 12 ماهه ما به 34% رسید. آقای روحانی گفت تورم کشور ظرف 8 ماه فعالیت دولت 11 یعنی از مرداد تا اسفند سال 92 حدود 24% کاهش یافت که این به معنی حفظ قدرت خرید مردم است. رئیس جمهوری ایران این اقدام را در تاریخ کشور بی سابقه دانست و گفت اگر تورم کاهش نمی‌یافت و با روال گذشته پیش می‌رفت، فردی که 1.5 میلیون تومان درآمد داشت ماهی 250,000 تومان از قدرت خریدش کسر می‌شد. محمد باقر نوبخت در بخش دیگری از سخنان خود هم مدعی شد که جمهوری اسلامی قادر است 4 میلیون بشکه نفت در روز تولید و صادر کند. وی در این خصوص گفت با همه محدودیت منابع که در کشور وجود دارد ما امکان تولید 4 میلیون بشکه نفت در روز را داریم، اما به سبب تحریم‌های ظالمانه فقط امکان صادرات 1 میلیون بشکه را به ما دادند. آقای نوبخت گفت البته این طرح وجود دارد که 1 میلیون بشکه را هم به صفر برسانند. معاون برنامه‌ریزی و راهبردی رئیس جمهور در پایان هم گفت وظیفه دولت تدبیر و امید است که از حق ملت ایران در مذاکرات و جلساتی که گرفته می شود دفاع کرده و با درایت این تصمیمات ظالمانه را از بین ببرد. در همین حال خبرگزاری رویترز هم گزارش داد که صادرات نفت ایران در ماه آوریل برای دومین ماه متوالی کاهش چشمگیری داشته است. این گزارش بر اساس گفته‌های منابع ردگیری نفتکش‌ها خبر داده که حجم صادرات نفت ایران دوباره به سطح صادرات سال گذشته رسیده است. بر اساس این گزارش ایران در ماه آوریل روزانه به طور متوسط 1.1 میلیون بشکه صادرات نفت داشته است. رویترز علت احتمالی این موضوع را فشار آمریکا بر مشتریان نفتی ایران یا کاهش فصلی نیاز پالایشگاه‌ها به نفت عنوان کرده است. در همین رابطه تیم ویلسون از مؤسسه دفاع از دموکراسی ها به رویترز گفته است که با وجود افت صادرات روزانه نفت ایران در ماه جاری به 1.1 میلیون بشکه هنوز این حجم در مجموع بسیار بالاتر از انتظار آمریکاست، چرا که در ماه‌های گذشته حجم صادرات خرید نفت ایران افزایش بالایی داشته است. رویترز می‌نویسد که دولت آمریکا بر این عقیده است که صادرات نفت ایران در ماه‌های آینده حدود 1 میلیون بشکه در روز خواهد بود. رویترز بر اساس گفته‌های منابع خود نوشته است که ایران صادرات نفت به سوریه را نیز کاهش داده است. ایران در ماه مارس روزانه 1.3 میلیون بشکه صادرات نفت داشت، در حالی که بنا به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی این رقم در ماه فوریه حدود 1.650 میلیون بشکه و در ماه ژانویه 1.320 میلیون بشکه بود. بر اساس توافق هسته‌ای 3 آذر ماه میان ایران و 6 قدرت جهانی که از 30 دی ماه به اجرا گذاشته شد،
آمریکا انتظار داشت که صادرات نفت ایران در سال 2013 حول 1 میلیون بشکه در روز ثابت باقی بماند، اما آمارها حاکی از افزایش صادرات نفت ایران در ماه‌های گذشته بوده است. با این حال و به دنبال تحریم‌های غرب علیه پرونده هسته ایران، هنوز میزان صادرات نفت ایران نسبت به زمان پیش از تحریم‌های غرب بسیار بسیار پایین است. روز گذشته فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه یکی از مراحل موزه لوور ابوظبی را مورد بازدید قرار داد. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگار ما محمد رضا از پاریس. روز گذشته در حضور آقای فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه و همینطور شیخ سلطان بن آل نهیان یکی از عالی مقام های امارات متحده عربی، یکی از مراحل افتتاح موزه لوور که قرار است روز دوم دسامبر سال 2015 یعنی 20 ماه دیگر در روز جشن ملی این امارات افتتاح بشود انجام گرفت. مهندس و آرشیتکت این طرح آقای نوول هست که قبلا موزه‌ای رو برای قطر ساخته، شخصیت بین المللی است و حدود 10 سال هست که روی این طرح کار میشه. در مراسم ابتدا آقای اولاند گفت موزه لوور ابوظبی مهمترین طرح فرهنگی ماست در بیرون مرزها. این طرح همچنین سمبل همبستگی ما با امارات متحده عربی نیز می باشد. البته روابط سیاسی دیپلماتیک هم ما را به هم متصل می کند و این جدا از روابط اقتصادی یا که حضور نظامی فرانسه در امارات که آن را فراموش نمی کنیم. باید گفت اضافه بر روابط و همکاری ها، ابوظبی بارها و به دفعات و به طور رایگان و داوطلب کاخ ها و موزه های فرانسه رو مرمت کرده، از جمله کاخ و موزه فونتنبلو که امروز این موزه افتتاح خواهد شد با حضور امیر امارات متحده عربی آل نهیان. همونطور که آقای اولاند در سخنرانیش گفت این موزه یک موزه بین المللی خواهد بود. 600 اثر در این موزه به نمایش گذاشته خواهد شد. برای مثال یکی از این اثرها تابلویی است از موندریان که شهرت و اعتبار دیگری هم داشت و اون اینکه ایف سن لوران طراح مد فرانسوی یک بار یکی از تابلوهای او رو روی برخی از لباسهای خودش ارائه داد و این اثر چند سال پیش بعد از فوت ایف سن لوران در یک حراج به مبلغ 22 میلیون یورو خریداری شد. در نتیجه حاصل 600 اثر می شود ارقامش رو محاسبه کرد. به هر حال در اینجا و آنجا این زمزمه تکرار شده و شنیده شده است: شانس باقی مانده بشر فرهنگ است. پاریس، تلویزیون ایران فردا. به مناسبت سوم ماه می، روز جهانی آزادی مطبوعات، گزارشگران بدون مرز برای نخستین بار فهرست 100 قهرمان اطلاع رسانی در جهان را منتشر کرد. به گزارش وبسایت این سازمان از ایران 4 روزنامه نگار به نام های ژیلا بنی یعقوب، عدنان حسنپور، سیامک قادری و سعید متینپور انتخاب شدند. به نوشته سازمان گزارشگران بدون مرز، این 100 قهرمان با شجاعتی مثال زدنی، با کار یا با مبارزه خود به گسترش آزادی تأکید شده در اصل 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر کمک کردند. با این خبر به پایان این بخش خبری می رسیم. ممنونم که با تلویزیون ایران فردا همراه هستید. شب و روز شما خوش.